خوشبختانه در این لحظات هم مهماندار هستم. قسمی که وعده کرده بودیم یک ورزشکار عزیز در برنامه با خود داریم. نصیب الله عظیمی ورزش پرورش اندام پیش میبرن. خیلی خوش آمدین. صبح شما بخیر. سلام، زنده باشین. سلام خدمت شما، دسترنکارانتان و بیندهای تلویزیون که ما را میکنون تماشا میکنن. صبحتان بخیر. نصیب الله جان کمی بلندتر صحبت کنین. خوش آمدین، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین سپاس از شما. بیاین درباره ورزش پرورش اندام صحبت بکنین. پرورش اندام چه قسم یک ورزش است؟ یک کم معلومات بدین. پرورش اندام یک ورزش است که تقریبا سالای زیاد است که مردم را پیش میبرن و وزن برداری است، بدن سازی، یعنی عضله سازی است که توسط اینم وزن آلتر دنبل عضله سازی میکنن مردم. بله. و یک نفر اگر بخواه اندام خود جور بکنه، یک شخص عادی اگر خوب زیاد زحمت بکشه، در چی مدت میتونه اندام خود بسازه؟ یک کس از صفر شروع کنه، اگر زحمت بکشه و قد مصرف کنه، چرا که یک ورزش بسیار پر مصرف است، اگر مصرف کنه در طول 6 ماه یک سال بهترین اندام میتونه داشته باشه. مصرف همی که فقط بخوره فکر میکنه؟ مصرف خوراک هم هست، بله، خوراک های طبیعی هم هست، مواد هم هست استفاده میشه، حتی قبیل پروتین، کریتین، مواد غیر طبیعی، چرا که اینا یک مکمل های ورزشی است که اگر شخص نمیتونه در روز ایره مکمل از غذا بگیره. مولتی ویتامین هست که اینا رو باید به شکل تابلت یا درود بگیره. بسیار خوب. و همیشه وقتی ما ورزشکارا رو بعض وقتا دعوت میکنیم، اونا شاکی از این هستن که یک ورزشکار نباید از پروتینای که در قوطی ها و اینا سودا میشه استفاده بیشتر بکنن. به حال نصیب الله جان میگه که باید عمو غذا یا پروتینی را که در جریان روز ما باید بگیریم، از غذا نمیتونیم بگیریم، میتونیم که از پروتینم در پلوش استفاده بکنیم. آیا این پروتینا در بر گرده یا کدام جای دیگه آسیب نمیرسونه؟ پروتین یک مکمل غذایی است، هیچ کدام عوارض نداره. در کشور خارجی دکترها بر مردم پیشنهاد میکنن پروتین، به کسایی که ضعیف هستن، لاغر هستن. کسی که هیچ ورزش نمیکنه میتونه از پروتین استفاده کنه، هیچ کدام عوارض برش نداره. اگر تحت نظر یک مربی یا یک استاد خوب استفاده کنه، هیچ کدام مشکل عوارض جانبی برش نداره. بسیار خوب. میم نصیب الله جان، سر خود شما چقدر وقت است که ورزش میکنه؟ من مدت 4 سال است رشته پرورش اندام پیش میبرم تحت نظر استاد یوسف سخی، قهرمان آسیا و آقای عضلات افغانستان. دیگه تقریبا 4-5 مسابقه داخل مزار شریف کردیم، مقامای خوبی را گرفتیم و چند وقت دست هم ناوردی؟ نه، نشد دیگه. بیا چهره آشنا هستیم، کلگی میشناسه. کلگی میشناسه. چند وقت پیش هم آمادگی مسابقات آسیایی را داشتیم، در ازبکستان دعوت شده بودیم، به خاطر این ویروس کرونا تقریبا 1.5 ماه آمادگی داشتیم، به خاطر این ویروس مسابقات ما لغو شد. به به. دوستای عزیز، وقت در هر جای و گپ از یک کار میزنی و گپ از یک آمادگی میزنی، ویروس کرونا مانع میشه، مانع پیشرفت و امو کارهایی را که تصمیم داریم انجام بدیم. و آقای نصیب الله، بیاین درباره قرنطین صحبت بکنین. ویروس کرونا گفتین، یاد قرنطین افتادیم. از این که چند ماه میشه ورزشگاه تمامشان بسته هست، شما چه قسم ورزشتان را پیش میبرید؟ ورزشگاه خود در حدود 3 ماه میشه بسته است مکمل. ورزشگاه مورلاک است، بند است. ما ورزش خود به خانه پیش میبریم، مقصد او تو امکانات صحیح نداریم، اما که امکانات کمی که در کلاب داشتیم در خانه انتقال دادیم، اونجا ورزش میکنیم. مقصد ما قدر که اما هو ورزش که در کلاب باید میکردیم، نه خیر، ورزش نمیشه. نمیشه، چرا که وسایل ماشینالات زیاد است که اون نمیشه انتقال داد در خانه. بله، واقعا که گپ راست گفتین، گپ درست گفتین. خواستتان از دولت چی است؟ اگر دولت براتون یک قاعده و قانون رو وضع بکنه که شما تحت همین شرایط میتونین ورزشگاه را باز بسازین و با ورزشتان ادامه بدین، آیا شما میپذیرین همون شرایط؟ همین بند کردن ورزشگاه از نظر من خوب یک کاری بیخی یک کار خوب نبود دیگه. ورزشکار را دولت بند کرد، چرا که میتونست مردم از استفاده از ماسک و دستکش داخل ورزشگاه شون. تایمای را باید ایجاد میکرد، هر تایم 10 نفر 5 نفر ورزش میکرد، مقاومت بدنشان را بالا میبرد تا میتونست در مقابل ویروس مبارزه کنه. خود دولت هر روز در رسانه میگه ورزش کنید تا مقاومت بدنتون بالا بره. در کجا ورزش کنن؟ تمام ورزشگاه بند است. اما جوانایی که ورزش میکردن، اونا را که من میشناسم، از 100% 80%ش به مواد مخدر روی آوردن. 4 نفر که یک جای میشن اونمو یا چرس یا شراب یا یک چیز دیگه، مقصد روز خود تیر میکنن. 80% ورزشکارای بلخ و زون شمال مکمل از ورزش دست کشیدن، خلاص شدن.
بله دوستای عزیز، از این که ما همه روزه میگیم چندین جوان را میبینیم که در سر کوچه یا در دان دوکان همونجا یک جای جمع شده یا گیم لدو بازی میکنن یا قصه های میکنن. از این که اگر در ورزشکارا در ورزشگاه ها جمع میشدن و ورزش خود پیش میبردن گپ خیلی خوب بود. و اگر دولت هم حتما دلیل داره به این کارش، اگر کدام قانون یا شرایط را دولت داره در این سهمایی که قرنطین قرار است تمدید شود، قسمی که بر رستوران تا قاعده و قانون را گفتن بر ورزشگاه ها هم بانند، گپ خیلی خوبی است که ورزشکارا هم بتانند ورزش خود پیش ببرند. از این که آوازه هست که 3 ماه دیگه هم قرنطین تمدید میشه و شما چی گفتنی دارین بر دیگه ورزشکارایی که ورزش خود پیش نمیبرند و با گفته خودتان از ورزش دست کشیدن؟ خب ورزش کردن به خاطر که مقاومت بدنشون بالا برده مقابل این ویروس، امکانات کمی که دارن در خانه میتونن از حرکاتات کشی از یوتیوب بگیرن ورزششون ادامه بده. کسی بخواد ورزش کنه هر قسم میتونه ورزش کنه، در خانه یا در کوچه در دکان هر جای بخواد ورزش خود میتونه. گله حداقل نمیتونن رو صبحونه نیم ساعت دوش خود میتونن کنه، هم نیم ساعت دوش کنن بسیار خوب است برشون به خاطر ضربان قلب و جریان خونشون. نصیب الله جان، من از یک ورزشکار که 4 سال از ورزش پرورش اندام پیش میبری، اگر یک کسی که فعلا در خانه ورزش بکنه از اینکه وضعیت قرنطین هست، از کدام غذا بیشتر استفاده بکنه تا بتونه سیستم ایمنی بدن خودم بلند ببره؟ بیشتر از ویتامین سی استفاده کنن، از حبوبات استفاده کنن تا مقاومت بدنشون بالا بره. از میوه‌جات مثل کیوی، مالتا، سیب، اولی گلاس چیزا استفاده کنن. از غذا میتونن از لوبیا، نخود تو چیزات بیشتر استفاده کنن تا مقاومت بدنشون بالا بره. حبوبات پروتئینی بالا بره برای ورزشکار به خیلی ضروری است اون چیزا. چرا ورزشکارا تخم کچالو رو بیشتر نوش جان میکنن؟ به خاطر که یک مکمل است که بدن دو ضرورت داره. اما سفیدی تخم خودش تقریبا 7 8 گرم پروتئین داره و کچالو خودش منبع کربوهیدرات است که اون رو نمیتونن دیگه غذا بگیرن، از کچالو بیشتر استفاده میکنن. و گپ خیلی خوب رو اشاره کردن، گفتن میتونیم که از تخم کچالو هم استفاده بکنیم. اگر پروتئین هیچ وقت استفاده نکنن، از اون تخم کچالو بیشتر استفاده بکنن میشه؟ یعنی پروتئینی که در قوطی ها هست اونا حلایده کدام چیز دیگه هم دارن؟ مشکل نداره از تخم کچالو استفاده کنن کسایی که میخوان که سعدمند باشن، کسایی که میخوان مسابقه کنن و پیشرفت کنن در ورزش، باز که تخم کچالو چاره نمیشه. کسایی که ورزشکار است که باید مسابقه بتن، اونا حتما از پروتئین استفاده میکنن. حتما باید از پروتئین و مکمل‌ها استفاده کنند تحت نظر یک مربی خوب تا یک نتیجه خوب تر بگیرن. یک نفر که بسیار وزنش کم باشه و بسیار زیاد، یک افکار ما میگه مثل مواره، البته وزنش بسیار کم است و قدر اشتها هم نداره، اگر بتانه وزن خود زیاد بکنه و این رقم بعد ریخت نشوه که شکمش کلان شوه و چی، همونطور مقبول اندامی شوه، از چی ها استفاده بکنه؟ کدام ورزش ها را پیش ببره؟ ورزش پرورش اندام خوب است پیش ببرن کسایی که لاغر است، بهترین بدن ها را میسازن. من خودم وقتی شروع کردم 58 کیلو وزنم بود. میتونن از مکمل ها استفاده کنن یا از خوراک های خوب، برنامه غذایی تنظیم کنن برشان، که مشکل نیست، خوب نتیجه میگیرن. هر ماه پیشرفت میکنن، هر ماه شاید 4-5 کیلو وزن میگیرن. گپ خیلی خوب است نصیب الله جان. خواستنید از دولت، از مردم، از امی شرایطی که هستیم، بر مردم چی گفتنی داری؟ گفتنی خاص ندارم. خب می خواهیم که ویروس کرونا رو بسیار جدی بگیرن، در خانه بمانن تا که نشه که یک فاجعه بسیار بزرگ نستانید و بار به افغانستان. بله، سپاس از خودت که آمدی در برنامه و تشکر از اینکه گفتنی هایی داشتی. اگر کدام جواب پیش شما هست که من سوال نکردم، شما کم در خدمتتون هست. بخیر باشین، زنده باشین. تشکر از شما، برنامه خوبتون که ما رو دعوت کردید. همیشه موفق باشین. سلامت، تشکر زنده باشین. و دوستای عزیز، فکر میکنم کدام آهنگ آماده هست. آهنگ خیلی زیبا هست، ستار غفاری که در استودیوی پیکان در همینجا در شبای عید ما ثبت کردیم تقدیم شما میشه. آهنگ ببینین و لذت ببرین. ما رو فراموش نکنین، ادامه برنامه باقی است.